پیمان سازمان حفاظت محیط زیست ایران جذب نشده برگشت. سیاست جذب نخبگان به کجا رسیده؟ جایزه سالانه حقوق بشر انجمن فیزیک آمریکا برای نرگس محمدی، فعال ایرانی مخالف اعدام که در زندان است. و تجلیل از پیشکسوت فرهنگ و ادبیات نوین تاجیکستان به مناسبت 140مین سالگرد تولد صدرالدین عینی. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. هفته گذشته یک نماینده مجلس خبر داد که کاوه مدنی از ایران خارج شده. معاون بین الملل حفاظت محیط زیست ایران که گفته می شود استعفا کرده. محمود صادقی که این خبر را منتشر کرده، آن را به نشانه ناکامی از تلاش برای جذب نخبگان ایرانی خارج نشین تعبیر کرده. دولت حسن روحانی حرف از این می زند که در حد توان زمینه جذب متخصصان و نخبگان را فراهم کرده. از جمله آقای مدنی، پژوهشگر و فعال محیط زیست که از دانشگاه‌های سوئد و آمریکا مدرک گرفت، در سازمان ملل به جایگاه معاونت رئیس مجمع محیط زیست رسید و برنده جایزه آرن ریشتر شد، جایزه‌ای برای دانشمندان جوان و آینده دار. ولی وقتی او در دولت دوم حسن روحانی به معاونت سازمان حفاظت محیط زیست ایران رسید، مشکلات شروع شد. سرگذشتی مثل این یک قاعده در ایران است یا استثناء؟ آیا تحصیل کردگان و کارآفرینان ایرانی رغبت می کنند به کشورشان برگردند؟ سیاوش اردلان گزارش می دهد. روزگارا قصد ایمانم مکن، زانچه میگویم پشیمانم مکن. با اینکه هنوز رسما کاوه مدنی به چیزی متهم نشده، ولی فشارها در حدی بوده که او بالاخره سکوت خود را شکست و در توییترش به زبان شعر تاکید کرد که دیگر در ایران نیست و چاره جز این برایش باقی نمانده. پای اگر فرسودم و جان کاستم، آنچنان رفتم که خود میخواستم. این فشارها باز می‌گردد به پرونده‌ای که اطلاعات سپاه علیه فعالان محیط زیست به جریان انداخته و آنها را به جاسوسی برای آمریکا و اسرائیل متهم کرده. پرونده‌ای که هنوز معلوم نیست اطلاعات سپاه می‌خواهد به کاوه مدنی ربط بدهد یا نه. شاید بدشانسی کاوه مدنی بود که زمانی وارد ایران شد و سمت معاون آموزشی سازمان حفاظت از محیط زیست را بر عهده گرفت که اطلاعات سپاه به محیط زیستیا و چه بسا به او مشکوک شده بود. تو زیر آلودگی هوا داریم میمیریم، بعد قانون میگذرونیم که مالیات نمیدونم ماشین‌های هیبریدی باید افزایش پیدا بکنن. اینا به چی ربط داره؟ اینا به بیشعوری ربط داره، به فساد ربط داره، سوال‌های شما به بیسوادی ربط داره، به عدم هماهنگی ربط داره، به همه اینها ربط داره. چون نمیخواهیم مسئولیت. لحن سخنرانی‌های کاوه مدنی در مراسم و مجامع رسمی و دولتی حکایت از نوعی کلافگی و استیصال داشت. این که یک متخصص خارج از کشور مشکلات داخلی را چطور می‌بیند؟ من ادعا می‌کنم قوانین ما خیلی هم خوبه. یعنی وقتی قوانینمون رو نگاه می‌کنیم، وقتی برنامه‌هامون رو نگاه می‌کنیم، وقتی دستورات و اسناد بالادستی رو نگاه می‌کنیم، خیلی اسناد خوبی داریم. خیلی حرفای قلمبه سلمبه و خوبی زده میشه. اما در اجرا هممون باور داریم که اجرا نمیشه. حالا ما این حرفا رو میزنیم، اتفاق نمیفته. با این حال کاوه مدنی آمده بود تا بخش کوچکی از این مشکلات را حل کند. به قول خودش سنگریزه ها را بلند کند، نه سنگ را. او وارد سیستمی شد که مثل خیلی از نظام های دیگر دنیا دچار میزانی از ناکارآمدی و فرار از مسئولیت است. اما با ساختاری مواجه شد که علاوه بر اینها تنها متخصصانی را در سطوح تصمیم گیری تحمل میکند که خودی باشند. یعنی هم دل در گرو حکومت داشته باشند، همین که مؤمن باشند. کاوه مدنی نه حزب اللهی بود نه مؤمن، یا دست کم اصراری نداشت که تظاهر به این دو کند. هرچند مربوط به سالها پیش و قبل از بازگشتش به ایران بود، این عکس‌هایی که حزب اللهی‌ها از او منتشر کردند نشان می‌داد از نظر آنها مدیری که اهل بزن و برقص و پایکوبی است در حکومت ایران جایی ندارد، ولی اینکه تخصصش در زمینه مدیریت آب به شدت مورد نیاز کشوری مثل ایران باشد. فناوری همراه با خودش فرهنگ میاره. گفته های آیت الله خامنه‌ای خطاب به جمعی از نخبه های جوان ایران نشان می‌دهد که حکومت ایران معتقد است متخصص یا دانشمندی که به گفته رهبر تقوا نداشته باشد، به راحتی فریب دشمنان و بیگانگان را می‌خورد. اسیر نباید بشه دانشمند.
این هم در درجه اول به عهده خود نخبه است. خود نخبه باید مراقبت کنه از خودش. این عنوان تقوا که در قرآن این همه تکرار شده، تقوا به معنای محافظت از خیشتنه. من نمیخوام بگم دنبال اخلاق نباشیم، دنبال فرهنگ نباشیم، اما فرهنگم والا بلا با بگیر به من درست نمیشه. برعکس آیت الله خامنه ای، دولت حسن روحانی تلاش زیادی کرد تا به نخبگان اطمینان بدهد که فضا برای آنها بسته نیست و زمینه بازگشت آنها به ایران یا ماندنشان در ایران هموار است. واقعا مبنا باید شایستگی باشه. اگر کسی ما میابیم میبینیم که شایستگی بیشتری داره، با حق با اوست، شرعا حق با اوست که باید او بیاد مسئولیت رو به عهده بگیره. ما ولی همین دولت نتوانست به کاوه مدنی اطمینان خاطر دهد که ماندنش در ایران او را از خطر طرد شدن و یا بگیر و ببند در امان نگه می‌دارد و نهایتاً آنچه شد که خیلی ها نمی‌خواستند بشود. مدنی هست، مطمئن هستم از بودن در کشور خسته خواهید شد، اما لطف کنید بر ما منت بگذارید و بمونید توی این کشور. سیاوش اردلان، بی بی سی. وزیران خارجه 28 کشور عضو اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ اعلام تحریم‌های تازه علیه ایران را بررسی کردند. تحریم‌های تازه به دلیل برنامه موشکی ایران که اتحادیه آن را تهدیدی جهانی می‌داند. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به بی بی سی فارسی گفت انتظار ندارد که در این مورد به تصمیمی برسند. کسری ناجی گزارش می‌دهد. وزیران خارجه 28 کشور اتحادیه اروپا امروز روزی طولانی دارند. یکی از مسائل در دستور کار تحریم‌های تازه علیه ایران، به علت برنامه موشکیش، به علت دخالت‌هایش در منطقه. اما مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پاسخی به سوال بی بی سی گفت بعید است امروز وزیران خارجه اروپا درباره تحریم‌ها به تصمیمی برسند. انتظار ندارم امروز تصمیمی در این مورد گرفته بشه. همونطور که میدونید همین الان هم تحریم‌های غیر هسته‌ای علیه ایران داریم، اما امروز فکر نمی‌کنم تصمیمی گرفته بشه. فرانسه، آلمان و بریتانیا سرگرم مذاکره با مقام‌های دولت آمریکا بودند. دونالد ترامپ گفته است که اروپا باید معایب توافق هسته‌ای را رفع کند و الا او تا کمتر از 4 هفته دیگر تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران را از سر خواهد گرفت، چیزی که میتواند توافق هسته‌ای با ایران را از میان بردارد، چیزی که اروپا به شدت در مقابل آن مقاومت میکند. ما یک بار دیگه درباره وضعیت ایران گفتگو میکنیم. انتظار میره اعضا یک بار دیگه به شکل قاطع و صریح اعلام کنند که توافق هسته‌ای ایران باید از سوی همه طرف‌ها به طور کامل اجرا بشه. من هم گزارشی خواهم داد درباره مذاکراتمون با بقیه بازیگران بین‌المللی که در حفظ این توافق کلیدی هستند و همینطور کارهایی که در ارتباط با ایران داریم انجام میدیم تا از ادامه تعهد این کشور به توافق هسته‌ای اطمینان حاصل کنیم. اما تحریم‌های تازه علیه ایران به علت برنامه موشکیش و به علت مداخلاتش در منطقه میتواند به آمریکا این پیام را بفرستد که اروپا در نگرانی‌های او درباره ایران سهیم است و لازم نیست توافق هسته‌ای کنار گذاشته شود. کسری ناجی، بی بی سی، لوکزامبورگ. یک شنبه گذشته انجمن فیزیک آمریکا جایزه سالانه حقوق بشریش را به نرگس محمدی فعال مخالف اعدام داد. خانم محمدی در ایران بابت فعالیت‌هایش علیه مجازات اعدام و همینطور بابت آنچه تبلیغ علیه جمهوری اسلامی خوانده شده زندانی است. خبرنگار مهادی نیلی برای شرکت در این مراسم به نشست سالانه انجمن فیزیک آمریکا در ایالت اوهایو رفت. آیا منکری بالاتر از غارت اموال ملت؟ نرگس محمدی که در ترویج و حمایت از حقوق زنان، زندانیان عقیدتی و اقلیت‌ها تلاش می‌کرده و همینطور کمک به کارزاری برای لغو تدریجی مجازات اعدام، به 16 سال حبس محکوم شده است و حالا در زندان اوین دوران حبسش را سپری می‌کند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی تاکنون به درخواست‌های نهادهای بین‌المللی و داخلی برای آزادی او پاسخ نداده. دو فرزندش در خارج ایران با پدرشان تقی رحمانی زندگی می‌کنند و در بیشتر موارد مقام‌های زندان به نرگس محمدی اجازه نمی‌دهند با آنها تلفنی حرف بزند.
حالا انجمن فیزیک آمریکا بابت همین فعالیت‌ها و در درخواست برای آزادی او جایزه حقوق بشری سالانه اش را به نرگس محمدی داده است. ما فقط خواستار رعایت حقوق بشر برای این افرادیم. این جایزه بابت رهبری نرگس محمدی در فعالیت‌های مرتبط با صلح، عدالت و لغو مجازات اعدام و تلاش‌های بی‌قید و شرطش برای ترویج حقوق بشر و آزادی‌های مردم ایران به او اهدا شده. او یک الگوی مثال زدنی است، چون با وجود آزار و اذیت و تعقیب قضایی که باعث توقف کار علمی و حبس طولانی او شده، همچنان به فعالیت‌هایش ادامه داده. انجمن فیزیک آمریکا هر سال جایزه آندره ساخاروف را به فیزیکدان‌هایی که برای حقوق بشر هم تلاش می‌کنند اعطا می‌کند. جایزه‌ای به افتخار فیزیکدان روس و پدر بمب هسته‌ای شوروی که خودش مخالف کاربرد تسلیحات هسته‌ای شد و از این بابت جایزه صلح نوبل را برد و بعدتر به نقض حقوق بشر در شوروی اعتراض کرد و همین شد که به زندان افتاد. برندگان امسال این جایزه راوی کوچیمانچی، فیزیکدانی که در انجمن توسعه هند برای مبارزه با فساد اداری و فقر تلاش می‌کند، و نرگس محمدی که در دانشگاه دولتی در قزوین فیزیک جامدات خواند و الان بابت فعالیت‌های حقوق بشریش در ایران زندانی است. جایزه اش را نگیره توحیدی استاد دانشگاه کالیفرنیا از طرف او تحویل گرفت و پیامی که از زندان فرستاده بود را هم خواند. دو نکته اصلی که ایشون گفتن، یکی اهمیت استقلال دانشگاه‌ها از حکومت، از نهادهای غیر علمی و غیر دانشگاهی، و یکی هم این بود که راه حل رسیدن به دموکراسی در ایران نه خشونت و جنگ و نه دخالت نظامی دولت‌های خارجی، بلکه توسعه جامعه مدنیه. انجمن فیزیک آمریکا 4 سال پیش هم جایزه ساخاروف را به یک چهره ایرانی داده بود، امید کوکبی، فیزیکدان جوانی که او هم آن زمان در تهران زندانی بود. او تابستان گذشته بعد از 7 سال حبس که 1 کلیه‌اش را هم در آن دوره از دست داد، به طور مشروط از زندان آزاد شد. کنشگران حقوق بشری امیدوارند این جایزه هم برای نرگس محمدی دلگرم کننده باشد و هم به آزادی او منجر شود. این برای خانم محمدی خیلی مهم هست و به نظر من در سطح بین المللی هم اینکه جامعه بین المللی بداند که چه کسانی در ایران زندان هستند و بلکه حکومت ایران و قوه قضاییه از زندانی کردن شخصیت های مانند خانم محمدی پرهیز کنند و اوشون رو امیدواریم که هرچه زودتر آزاد کنند. انجمن فیزیک آمریکا با بیش از 50,000 عضو یکی از بزرگترین انجمن‌های علمی این چنینی در جهان است. فیزیکدان‌های گرد آمده در مراسم اهدای جایزه ساخاروف خواستار آزادی نرگس محمدی شدند. هادی نیلی، BBC در کولومبوس، اوهایو. صندوق بین‌المللی پول برآورد کرده متوسط رشد اقتصادی در جهان امسال به تقریباً 4% برسد که بالاترین رشد در 7 سال اخیر است. در این حال صندوق می‌گوید افزایش تعرفه‌های تجاری ممکن است این رشد را به خطر بیاندازد. صندوق بین‌المللی پول برآوردش از رشد اقتصادی آمریکا را امسال کمی بیشتر کرده و دلیل آن را کاهش مالیات‌ها ذکر کرده. امیر پایور گزارش می‌دهد. در سالهای اخیر کمتر پیش آمده اقتصاددانهای صندوق بین‌المللی پول انقدر خوشبین باشند. البته خوشبینی اقتصاددانها همیشه اما و اگر زیاد دارد. رشد جامعی که از اواسط سال 2016 شروع شد ادامه دارد. البته برای اقتصادهای پیشرفته و صادرکنندگان مواد خام رشد به سطح قبل از بحران مالی بر نمی گردد. صندوق بین‌المللی پول تخمین می‌زند متوسط رشد اقتصادی در جهان امسال 3.9% باشد. بالاترین رشد جهانی در 7 سال اخیر. بر اساس برآورد صندوق آمریکا امسال 2.9% رشد خواهد کرد. این نهاد بین‌المللی می‌گوید بخشی از رشد اقتصادی آمریکا و جهان مدیون کاهش مالیات شرکت‌ها در آمریکا است. یکی از اصلاحات اقتصادی دونالد ترامپ برای حمایت از تولید و خدمات در بزرگترین اقتصاد جهان. صندوق همزمان نسبت به پیامدهای جنگ تجاری آمریکا و چین هشدار داده. در گزارش صندوق آمده جنگ تجاری بین 2 اقتصاد بزرگ جهان ممکن است به زنجیره تأمین و عرضه بازارها آسیب بزند، سرمایه‌گذاری را کند و رشد بهره‌وری را کم کند.
رئیس جمهوری آمریکا ماه گذشته تعرفه واردات فلزات از چین را به شدت افزایش داد. چین هم در تلافی تعرفه واردات بعضی محصولات آمریکایی را بالا برد. بعد هم باز واشنگتن مقابله به مصر کرد و بعد از آن باز پکن. صندوق بین‌المللی پول برآورد کرده چین دومین اقتصاد بزرگ جهان امسال 6.6% رشد کند که 0.3% کمتر از رشد پارسال است. مهمترین پیام ما الان این است که نباید اجازه دهیم جنگ تجاری حواس سیاستگزاران را از تمرکز بر رشد قوی، پایدار و فراگیر منحرف کند. به گفته صندوق، ریسک‌های سیاسی امنیتی ناشی از مناقشه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی یکی از تهدیدهای اصلی برای رشد اقتصادی در جهان هستند، در کنار گرایش کشورها به حمایت از صنایع داخلیشان. در این گزارش، رشد اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا در سال جاری کمتر از پیش‌بینی‌های قبلی است. با این همه برآورد رشد این منطقه 3.4% است که از رشد پارسال 0.8% بیشتر خواهد بود. به رغم آنکه در کل چشمانداز اقتصادی جهان امسال و سال آینده روشن‌تر از همیشه است، سرنوشت تحقق این برآوردها تا اندازه‌ای در دست سیاستمداران است. بعضی در میدان جنگ‌های نظامی و بعضی در جنگ‌های تجاری. امیر پایور، بی بی سی. فیبا بزرگترین نمایشگاه بدنسازی، فیتنس و ورزش است که هفته گذشته در کلن آلمان برگزار شد. هر سال ورزشکاران و شرکت‌های بزرگ و کوچک ورزشی از سراسر جهان به این نمایشگاه می‌آیند تا محصولات، دستگاه‌ها و حتی بدن خود را به نمایش بگذارند. بامداد اسماعیلی به آنجا سری زده و گزارشی تهیه کرده که با هم می‌بینیم. اگر اهل ورزش هستید و یا ورزشکاران را دوست دارید، باید با فیبو آشنا شوید. نمایشگاهی که امکانات بدنسازی و لاغری، همچنین جدیدترین پژوهش‌های تغذیه سالم در کنار ورزش را به شما نشان می‌دهد. اینجا خوبیش اینه که آدم در کنار ورزش می‌تونه یه پولی هم در بیاره. میگن یه دقیقه اینجا بپر 20 یورو بگیر. شانس اون امتحان کنه. اوکی؟ فیبو ورزشکاران ایرانی نیز حضور داشتند. پیمان رجبی از بوشهر، قهرمان دو و میدانی آسیا، و یا آرش رهبر از نیویورک، نایب قهرمان مستر اولمپیا در سال 2016. حدوداً 13 سالگی عکس‌های آرنولد شوارزنگر دیدم، بروس لی، سیلوستر استالون، اون تیپ فیزیک. فکر کردم که میخوام این شکلی باشم، مرد باید این شکلی باشه. این شد که دیگه رفتم تو باشگاه. دارم برای مسابقه حاضر میشم. صبح زود 5-6 صبح و یه ساعت و نیم تو باشگاهم فقط کاردیوواسکولار، راه رفتن، دویدن، نرمش، شکم، از این کارا. بعد دوباره برمیگردم یه دو ساعت خورده فقط وزنه برداری میکنم تو اس. در کنار ورزش برای یک بادی بیلدر تغذیه خیلی مهمه و ما میدونیم که غذاهای ایرانی، پلو، خورش، چربن، چی کار میکنی؟ فکر کنم همین تو این چند روزه اینجا تو فیبا 100 نفر از زمین پشت شده. من غذای ایرانی از مای فیور، بهترین غذاست تو دنیا. کدومش رو میخوری؟ همشون. از خورشت بادمجون و فسنجون، برنج، شیرین پلو، پلو ماهی که خیلی دوست دارم، ولی کباب برگ، پیاز خام، برنج سفید و تدیک. غذای ایرانی اونطوری بخورین آره چاق میکنین، زیادی روغن، زیادی برنج چاق میکنین، ولی اصل غذای ایرانی بهترین دایت تو دنیاست. این نکته را محمد جوادزاده هم تایید میکند. او 5 سال است که به آلمان مهاجرت کرده و سال هاست که بدنسازی میکند. اینجا خب مثل ایران نیست. خیلی چیزا هستش که اینجا قدغنه. چیزایی که باید برای بدنسازی استفاده بکنیم. مثلا؟ خب یه سری داروها و از اونجور چیزایی که از داروخانه باید تهیه کرد. بعد سال اول بدون اینکه هیچی مصرف بکنم تو مسابقات شرکت کردم، ولی خب هیچ شانسی نداشتم. بعد توی مسابقات داخلی آلمان مقام دوم کسب کردم، مسابقه جهانی ششم شدم تو 2015. 2016 5 تا مسابقه شرکت کردم، مثل المپیاد اروپا اول شدم، اوورال شدم، 3 تا 4 تا مسابقه جهانی دیگه هم بود.
اونم شرکت کردم، اونم نفر اول شدم، دوتاشو اوورال شدم. نکته‌ای که برای هر ورزشکار حرفه‌ای مهم است، مکمل‌های ورزشی و ویتامین‌ها هستند که در فیبو در چند سالن عرضه می‌شدند. فواد برین در مونیخ زندگی می‌کند. او این مواد را به ایران می‌فرستد. از اون موقعی که خب اجازه واردات دادن که بشه طریق وزارت بهداشت وارد کرد، بازار ایران خیلی بهتر شده. خب مردم عزیزمون، جوانان عزیزمون میتونن پروداکت‌های خیلی بهتر استفاده کنن، حتی اورجینال، چون واقعاً این مسئله تو ایران یه موزل خیلی بزرگی بود و این امکان برای ما پیدا شده که سالهای اخیر این جنس ها با بهترین کیفیت از لهستان، از آلمان، از چک وارد ایران کنیم و استقبال فوق العاده بوده. این که میگین استقبال زیاد هست، یعنی دقیقاً چی؟ میتونید مثال بزنید؟ خدمتتون عرض کنم یه مثالی بزنم. ما میتونیم از هر برند تقریباً دو تا کامیون، یعنی الکاوه، در ماه بفرستیم که فقط میتونیم بگیم یک برنده. در اینکه ورزش میتواند لذت بخش باشد و به سلامتی و خوشندام بودن کمک کند شکی نیست، اما راه و چاره برای کسانی که تنبلی میکنند چیست؟ سوالم را از علی شبیری که ایرانی تبار و متولد آلمان است پرسیدم. راحت ترین راه برای ورزش کردن و یا کلن زندگی مثبت اینه که از یه جایی شروع کنی. اصلا در موردش فکر نکنی. من به مشتری هام قانون 3 ثانیه رو توصیه میکنم. قبل از اینکه تنبلی کنی و شیطون گولت بزنه، بشموری و شروع کنی. 3 2 1 شروع میکنم. به گفته دستاندرکاران نمایشگاه فیبو، تعداد کسانی که در اروپا در باشگاه بدنسازی ورزش میکنند به 60 میلیون نفر رسیده. آلمان در صدر این جدول قرار دارد و بریتانیا و فرانسه دوم و سوم هستند. بامداد اسماعیلی، کلن، آلمان. یک شنبه گذشته 140مین سالگرد تولد صدرالدین عینی پایه‌گذار فرهنگ و ادبیات نوین تاجیکستان بود. در آستانه این روز آثارخانه یا موزه عینی در شهر دوشنبه ترمیم و همایشی برای گرامی داشته او برگزار شد. صدرالدین عینی اولین شخصیتی است که 20 سال پیش عنوان قهرمان تاجیکستان را دریافت کرد. خبرنگارمان سهراب ضیا از دوشنبه گزارش می‌دهد. سوختی یک عمر بحری ملتی خود سوختی، در سرای فهمها شمع خیرات افروختی. سالهای واپسین عمرش را صدرالدین عینی با خانوادهش در اینجا گذرانده. خانه ای که 40 سال پیش به آثارخانه عینی تبدیل شد. در 140مین سالگرد تولدش بنای این آثارخانه ترمیم و این لوح یادگاری به آن اضافه شد. خدمت عینی همچون شخصیت ناتکرار و همچون چهره برجسته تاریخی نهایت ارزشمند و بزرگ می باشد. استاد عینی توانست که با آثار گرانبهای خود در تاریخ رشد ادبیات، فرهنگ، علمی ادبیات شناسی، نقد ادبی، زبان شناسی نقش نهایت بزرگ را بازی اجرا کند. صدرالدین عینی از پایه‌گذاران و اولین رئیس فرهنگستان علوم تاجیکستان بود. آکادمیسیان باباجان غفوروف، تاریخدان و از رهبران وقت تاجیکستان در زمان شوروی، او را پدری ملت خوانده بود. عدالت انسانی و مردانگی ادبی استاد عینی به حد است که سالن فرهنگستان علوم تاجیکستان، مکان برگزاری همایش بین المللی درباره شخصیت و آثار عینی. در این همایش پژوهشگران از کشورهای آسیای میانه، روسیه و اروپا درباره فعالیت‌های استاد عینی در بخش‌های زبان و ادبیات، فرهنگ و سیاست و آموزش و پرورش گزارش های علمی ارائه کردند. تا زمان جنگ جهانی دوم بسیاری در ایران هم با آثار عینی آشنایی داشتند، اما پس از جنگ ارتباطات فرهنگی گسسته شد. برخی از آثار مهم عینی از جمله نمونه ادبیات تاجیک تنها بعد از فروپاشی شوروی در ایران منتشر شدند. من که از 75 ساله این در حال است که ترجمه های آثار عینی در اروپا با عنوان یک رمان نویسی ریالیست شوروی در برابر آثار نویسندگان چون امیل زولا زمان پرخواننده بوده است. یادم است که وقتی که جوان بودم در اون
مجموعه کتابای جیبی فرانسه که همه جا فروخته میشد رمانای عینی ترجمه شده بود و خریداری شده بود توسط مردم. اسم صدر عینی از اسامی مؤلفان شوروی مهم بوده در کنار گورکی و اینا. در مراسم تجلیل از 140مین سالگرد تولد صدرالدین عینی برخی از محققان آثار او از سمرقند و بخارا هم شرکت داشتند. امروز هم در سمرقند بر من در حوزه تاجیکان ازبکستان عینی را همچون استاد خود میدانند، احترام میکنند. کتاب های درسی که با زبان تاجیکی هم ازبکی در ازبکستان برای مکتب ها آفریده میشود در برنامه ها در کتاب های درسی ایجادیات عینی داخل کرده آموخته میشود. عینی متولد بخاراست ولی بیشتر عمر خود را در سمرقند گذرانده. او طی 3 سال آخر عمرش در دوشنبه بود و 64 سال پیش در اینجا درگذشت. باقی استاد عینی و آرامگاهش در شهر دوشنبه که 6 ماه پیش بازسازی شد. برای یادآوری از نقش بارزی که صدرالدین عینی در پایه‌گذاری دولت و هویت تاجیکان داشت، تندیس جدیدش هم اینجا گذاشته شده است. سهراب ضیا، بی بی سی، دوشنبه. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.